کلمه اجبار بار ارزشی داره مانع میشه یک بحث به نحو علمی پیش بره مسئله این است که قانون حجاب باشد یا نباشد شما وقتی میگید اجباری پیشاپیش یه برچسب گذاشتید روش که با این برچسب هر چی باشه بده من شما میپرسم مثلا قوانین راهنمایی رانندگی اجباری نمیدونم توقف اجباری توسط پلیس این کلمه اجبار بار منفی داره شما قوانین راهنمایی رانندگی باشد یا نباشد این که به این نحوه خاصش گفتم غیر مسلمان هم دارن یک شواهد مهم ضرورت هم این است که ضروری دین اون نیست که ببینید شیعه و سنی الا ما الله با هم اختلاف دارن تو نماز خوندن شما هم اختلاف دارن تو وضو گرفتن شما هم اختلاف دارن ضروری دین یعنی اصل مسئله رو توش اختلاف دارن جالبه شیعه و سنی تو اصل وضو تو اصل نماز که اختلاف ندارن تو نکته جا جالب اینه که تو اندازه وضو نحوه وضو اینا اختلاف دارند و تو اصل این مقدار که گفتم غیر از وش و کف اینو قدمه شیعه و سنی هم, هم اختلاف ندارن یعنی غیر از اینو هست همه دعوایی که تو خود شیعه بوده تو خود سنی هم بوده ریزه کاریاست این است که علاوه بر وجه و کفین قدمه اینم موجز قدمه یعنی تیکه پا همین منزه این موج مش پا پایین میگه قدمه اینا هم موجز نه دست موجز نه صورت موجز نه صورت هم باید بپوشونن مثلا این طالبان اینا. همه دعوا تو یه ذره بوده این نشون میده میگن ضروری دین یعنی هیچ کسی در تاریخ اینجوری نبوده البته این چند سال سن، چند, سن، یه سری اخیر به فضای غربی یه دو تا حرف دیگه زدن ولی فضا این نبوده پس این ضروریه نکته دوم هم بعد خب معروف ترین اشکال هم که از اون کتاب آقای ترکاشمنده نمیدونم دیدن دوستان دیگه دیدم خانم بسنقه مکرر از اون نقل قول میکنه آقا این کتاب متاسفانه رایج هم شده کتابش بسیار ضعیف اصلا علمیت نداره من یه مناظری با آقای داشتم فایل پاورپوینت غیر از فایل صوتی نه فایل پاورپوینت هم اونجا هست واقعیات متعدد تاریخ رو ندید گرفته دروغ گفته ببین ندیدن خیلی وقت دروغ گفتن ایشون تمام موارد برهنگی رو ردیف کرده موارد لباس پوشیدن هیچی نگفته بعد یه جوری میخونه آدم فکر کنه این عرب جاهلی کلا لخ میگشته آقا هفتاد تا کلمه تو عرب جاهلی نه عرب بعد اسلام ها. هفتاد تا کلمه در لباس دارند جامعه که هفتاد تا کلمه یعنی انواع لباس ها جامعه که هفتاد تا کلمه داره لخت میگردن خب اگه اینا رو میگردی اینا رو بگردی این یه مقاله هست چرا دفاع میکنم که قانون حکم حجاب باید در جامعه تبدیل به قانون بشه با این مقدمات یک اسلام برای هدایت انسان ها اومده این مطلبی است که ظاهرا قانون بسته هم قبول داره مشترکات شروع کنیم چون دمشون مبارکه اسلام برای هدایت اومده میگم آفرین احسن و مسلمانان هم این حرفو قبول دارن دو حواستون باشه هدایت یعنی چی اصلا هدایتی که با سخن داره انجام میشه قر... قرآن کتاب هدایت دیگه هدایتی که با سخنه یعنی چی یعنی به من بگن چیکار بکن چیکار نکن به مقصد برسی هدایت غیر اینه هدایت اینه قانون گذاشتن قوانین زندگی رو بیان کردن معنای هدایت یعنی قانون گذاشتن تو فضای بیان هدایت که نمیشه که دست همه رو پیامبر دست مهارم گرفت میبردش اونجا خب الان پیامبر نیست دیگه تمام شد وقتی کلام میخواد هدایت کنه یعنی با قانون هدایت کنه و قانونی هم توضیح دادم اینو دیگه قانونی میتونه تبدیل به قانون اجتماعی هم بشه غیر خب از کل قرآن کتاب زندگی این قانون زندگیه حالا کدوم این قانون ها میتونه قانون اجتماعی بشه الزام بیاره اونی که امکان الزام اجتماعی و پیگیری حقوقی داشته باشه پس هر قانونی از قوانین اسلام که امکان الزام اجتماعی و پیگیری حقوقی داشته باشد میتواند یعنی سزاوار است جزء قوانین حقوقی جامعه اسلامی قرار بگیرد هجاب شرعی میدونیم که این قابلیت را دارد امکان الزام اجتماعی دارد تغییر حقوقی هم میتونه بشه روش پس سزاوار جزء قوانین حقوقی قرار بگیرد یه تفسیری کوچیکی که دیگه بحث نمی کنم این است که به نظر من جنس قانون هجاب از جنس قوانین مدنی بوده تا قوانین کیفری تو شرط خاص تبدیل به قوانین کیفری میتونه بشه یعنی ما اگر مثلا این به معنی قانون گذار دارن که به شما یعنی ها قانون بزنن بعد معامله قانون مدنی بکنن یعنی از جنس نرم مجازات های نرم اختضا میکنه استقرار این نه مجازات های سید. یعنی فرهنگ و عوامل دیگر که دا بحث طولانی داره